اعتراض ها بر رئیس جمهور و تیم او در ارگ ریاست جمهوری زمانی اوج گرفت که مقامات بلند پایه دولتی از درون حکومت ائتلاف نجات برای افغانستان را شکل دادند. این ائتلاف از سوی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، محمد محقق معاون رئیس اجرایی، عطا محمد نور والی بلخ و صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه حدود دو هفته پیش در ترکیه ایجاد شد. نجات افغانستان از بحران کنونی، اعاده ثبات و اعتماد ملی از اهداف عمده این ائتلاف خوانده می شود. پس از این که محمد محقق معاون ریاست اجرایه دوباره از ترکیه بازگشت و در یک نشست خبری که اظهار داشت و موضوعات را که مطرح کرد در ترکیه مطرح شده بود، رئیس جمهور افغانستان نیز لب گشود و بالاخره سکوت را شکستاند و پاسخ به این اعتراض ها و انتقاد های این ائتلاف داد. و رئیس جمهور افغانستان میگوید که او انحصار قدرت را در دستان خیش به شدت نگرفته است، یعنی رد میکند این مسئله را. و از سوی دیگر میگوید که هیچ وقت در تاریخ افغانستان تصامیم به صورت جمعی اتخاذ نشده بود که امروز حکومت وحدت ملی این کار را کرده است. از سوی دیگر دیده شود که واقعا رئیس جمهور افغانستان قدرت را در انحصار خود نگرفته است و آیا انتقادهایی که بر رئیس جمهور و ارگ ریاست جمهوری متوجه است میتونه انتقادهای سالم باشد برای داشتن یک حکومت خوب در آینده یا خیر؟ سلام و وقت شما بخیر. به برنامه راه حل با من صفی الله صفا خوش آمدید. حالا برای بحث بیشتر این که واقعا این ائتلاف میتونه راه درست را برای حکومت وحدت ملی راهنمایی کند، آیا میتواند این همه جنجال ها و نابسامانی هایی که در درون افغانستان موج گرفته است و به اوج رسیده است نجات بدهد؟ و از سوی دیگر رئیس جمهور تمام مواردی که از سوی این ائتلاف مطرح شده است را رد میکند و میگوید که کسانی که طرح اصلاح را دارند میتوانند بیان پیشکش بکنند. و همچنان رئیس جمهور گفت که این میدان است و این هم کسانی که طرح اصلاحات را دارند. حالا دیده شود که واقعا اینجا رئیس جمهور افغانستان و ارگ ریاست جمهوری مقصر است یا اینکه شرکای رئیس جمهور افغانستان که امروز در برابر رئیس جمهور قرار گرفتن و رئیس جمهور را مورد انتقاد قرار میدن. برای بحث بیشتری همین مورد مهمانان من در این برنامه محترم شیرالله جبارخیل رئیس بنیاد شهید دکتر نجیب الله، محترم علی اکبر جمشیدی عضو پیشینی مجلس بزرگان هستند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر سلام. جناب جبارخیل صاحب، از اینجا آغاز میکنیم. به نظر شما این ائتلافی که تازه شکل گرفته و در داخل این ائتلاف هم کسانی هستند که در حکومت و یعنی در بدنه حکومت کار میکنند، به عنوان شرکای این حکومت کار فعالیت دارند و حالا میان از رئیس جمهور افغانستان انتقاد میکنند و ارگ ریاست جمهوری را به انحصارگرایی متهم میکنند، فکر میکنین که مقصر اصلی در این میان کی میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب لرم جناب صفا سپتاشتا او د میوند د ښکلي تلویزیون محترمو لیدونکو ته، همداراز جناب جمشیدی سپتا او د تاسې تخنیکي همکارانو ته. ګورئ، د ائتلافونو جوړېدل زموږ په نافذه قوانینو کې بخصوص د ګوندونو په قانون کې صراحت لري. هلته ویل سوي چې د بعضې موخو دپاره ګوندونه کولی شي چې ائتلاف یا اتحاد وکړي. ولې دا د اول ځل دپاره زه وینم، که څه هم پخوا کې هم داسې یو څه سوي وو، ولې په دغه شکل نه، لکه اوس چې د دولت د لومړي مرستیال، د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال او د حکومت د ملي یووالي د حکومت د خارجه چارو د وزارت د سرپرست لخوا داسې یو ائتلاف جوړیږي، هغه هم د شرم ځای ده چې دننه په ملک کې هم نه، هغه څوک چې د خپلې دوسیې له لاسه بالاخره سرې تر ترکیه پورې رسېدلی ده، دا زموږ مشران په ډېرې خواشینۍ سره ځي او په ترکیه کې سره کینی او ائتلاف جوړي، چې دا
زمان دی افغانستان خلکو دی پارا دی خنده او دی مسخره ور یو استلاب ده. پا دوام قدم که امده مشکل چیرت ده. چه دوی دلتا هم پا دولت که شریک خلق دی. عملاً دی دولت دی طول و مزایاونا برخوردار دی. او حال تا بیا دی دولت پا مقابل که دوی ائتلاف جوړي. دا هغه ائتلاف ده چې پاتې کېږي هغه پخوانیو ائتلافو ته چې همیشه کله چې څوک د قدرت له ګدۍ نه لږ زره لرې سوی ده بیا یې لاس اچولی ده. دغسې یو ائتلاف این افراد که اگر از تمام مزایای حکومتی و دولتی برخوردار باشن، اینا به خاطر نجات این وضعیت، نجات مردم افغانستان که وضعیت بحرانی میخوانن همه و مردم هم ناراض است از کارکرد حکومت، برای از اینا تصمیم گرفتن که حداقل کاری باید انجام بدن. آنچه که رئیس جمهور افغانستان هم میگه که خلاف عرف سیاسی است که امروز کسانی که خودشان در حکومت هستند میان در برابر حکومت قرار میگیرن و حکومت را مورد انتقاد قرار میدن. و حالا فکر نمیکنن که معاون ریاست اجرایه که یکی از اعضای یا ذلی از امی ائتلاف هست میگه که من این موارد را مطرح کرده بودم در جلسات شورای امنیت اما شنیده نشده بود. گوری صفاسب زخو دغه حالاتو چې په دې ملک کې را روان دي یا وضع د بحران خوا ته ځي یا نه ځي، هر څه چې دي، زخو دا د ملي یووالي د حکومت په اراکینو کې دغه ټولې نیمګړتیاوې د هغوی په وجود کې وینم. دا زمونږ د بین المللي دوستانو په وجود کې وینم چې بدبختانه دغسې یو ناکامه حکومت یې موږ ته رامنځته کړ چې نن یې د دغسې مشکلاتو سره گرفتار کړي. او د دې حکومت په جوړولو کې زمونږ د بهر دوستانو لاس درلوده چې ټول ملک ته معلوم ده چې د جانکیری په واسطه د قانون نه پورته یو حکومت چې عواقب یې موږ همیشه په ګردي میزونو کې مصاحبو کې پیشبینی ورته کړې وه چې دا به سبا د دغو مابینه دغسې اختلافات وي چې لای تناهی به دغه دوام لري. ډېر عمده خبره دا ده چې تاسو ګورئ، زه فکر کوم چې تر کومه حده پورې چې دا د دولت او بیا د ملي یووالي حکومت پورې اړه لري، هر څه د ننه په جلسو کې د شورای امنیت د جلسو نه نیولې د کابینې او د وزیرانو د شورا تر جلسو پورې دا مسایل خو یوه ورځم بیرون ته راونوتل، در حال چې نن میډیا نه هیڅ څه پټ نه دي، ټول روښانه دي. او کیدای سو جناب محقق صاحب چې نن دغسې څرګندونې کوي، دغه مسایل یې پخوا ویلي وای، پخوا یې مطرح کړي وای. ولې زه فکر کوم که د جنرال دوستم کومه موضوع ده، هغه خو حقوقي موضوع د خپل ځواب به ورکړي. او د دولت په چوکاټ کې زه فکر کوم اصول، مقررات، نافذه قوانین معلوم دي. موږ ډېر د صدراعظمان تیر کړي. حال جبرخیل صاحب، حالا این بار اول نیست که رئیس جمهور افغانستان متهم به انحصارگرایی میشه و در این مورد که حالا بالایش انتقاد متوجه میشه. در گذشته هم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز چون این موارد را مطرح کرده بود و رئیس جمهور افغانستان را انتقاد کرده بود که رئیس جمهور همه چیز را در دست خود گرفته، با توجه به این که رئیس جمهور افغانستان رد میکنه. جناب صفاس صاحب، تاسو ګوری چې هر کله یو مشر، یو لوړپوړی یا جګپوړی مسئول د قدرت نه یو څه د هغه د بې کفایتۍ په اساس باندې لږ ذره څنګ ته تللی ده او بلاخره هغه د دولت یا د حکومت مقابل کې قرار نیولی. زما عرض دا ده چې ای کاش دغه خبرې خو یوه ورځ هم د کابینې یا د وزیرانو شورا یا د شورای امنیت له جلسې راوتلي وای. تر دې حده پورې مسائل بررسی کیږي چې وزیر د مالیې د وزیرانو شورا په اکثره جلسو کې حضور نه درلوده، نه راته، ولې په هغه ورځ باندې وزیرانو شورا جلسې ته راغی. ګوره تر دغه ځایه پورې میډیا زموږ الحمدلله فعال دي. ولې دغسې مسایل که جناب محقق مطرح کړي وي او د مثبت ځواب نه وي ترلاسه کړی، نو هغه په صورت کې به موږ هم ویلي وو چې بلې دا خبره رښتیا ده. ولې دا خبره نه کوو چې له د یو اویا کال نه چې دغه بزرګانو د دغوی مشرانو دغه ائتلافونه، دغه حرکتونه، دغه جبهې جوړې کړي، ټولې
او په سر کې لټولو نه فقط د خپلو شخصي ګټو لپاره دای مطرح کړی بس زه وایم چې د لومړی مرستیال که منافع په خطر کې دي خو د لومړی مرستیال وظایف مشخص دي ځکه ویل کېږي په مناسب منافذه قوانینو کې لکه څنګه چې سرور دانش خپلو دندو ته ادامه ورکوي نو دوستم څه مشکل درلوده چې ادامه یې نه وای ورکړې دا د یو وزیر د خارجې خو که لرې سوی هم دا او اوس هم غیر قانوني په حیث سرپرست وزارت د خارجې خپلو دندو ته ادامه ورکوي دا خو د پارلمان لخوا لرې سوی ده نه د رئیس جمهور لخوا تشکر خیلی ممنون جناب جمشید صاحب حالا آنچه که از سوی این ائتلاف مطرح میشه و رئیس جمهور افغانستان هم رد میکنه اتهاماتی که بالایش وارد است به نظر شما واقعا فکر میکنین افغانستان در یک وضعیت بحرانی قرار داره که این ائتلاف به نام نجات برای افغانستان شکل میگیره و اینا هدفشان هم اعاده ثبات و اعتماد ملی است از اهداف عمده این ائتلاف است که اینا مطرح میکنن به نظرتان واقعا میخوان اینا وضعیت را بیرون کنند افغانستان را از این وضعیت یا اینکه موارد مسائل شخصی و فردی اینجا مطرح است که آمدن ائتلاف را شکل میتن و رئیس جمهور افغانستان را متهم به برخ موارد میسازند بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما مهمان عزیز برنامه و بینندگان محترم تلویزیون عرض کنم حضور شما که در قدم نخست باید بگم که ائتلاف عالی برای نجات افغانستان برای خلق مشکل برای حکومت یا برای سقوط حکومت و یا هم برای کدام هدف شخصی و یا قومی و یا سمتی صورت نگرفته بلکه ائتلاف عالی برای نجات افغانستان برای اصلاحات برای اصلاح حکومت و برای نجات وحدت ملی افغانستان برای نجات ارزش‌های بدست آمده در یکونیم دهه افغانستان در یکونیم دهه پسین و همچنین برای نجات ارزش‌های جهاد مردم افغانستان به وجود آمده خب میم سر از این که آیا چه باعث شد که مقامات ارشد حکومتی از درون حکومت مجبور شدن که دست به چنین ائتلافی بزنن ما میخواییم خدمت شما عرض بکنیم که اولا حکومت وحدت ملی برایند انتخابات سال 1393 نیست یعنی نتیجه انتخابات نیست بلکه انتخابات بر اساس تقلب گسترده و سازمانیافتهی که جهتهای مختلف در اودیس داشتن به بیراه کشیده شد و کشور به بنبست رفتن ولی همی اعضای ائتلاف که حالا شکل گرفته همین رو پذیرفتن همین دقیقا نمیدونم اجازه بدن شما بعد هم دنیا و هم مردم افغانستان مجبور شدن تن به یک حکومتی به نام وحدت ملی بده که این حکومت نه بر اساس قانون اساسی نه بر اساس برایند انتخابات سال 1393 بلکه بر اساس یک توافقنامه سیاسی به وجود آمد در او توافقنامه هم همه چیز مشخص شده همه چیز مشخص شده و صلاحیت ها هم مشخص است انتظار همگی ای بود و باور همگی ای بود و از اول پیدا بود که رمز حکومت رمز پیروزی حکومت وحدت ملی در اجرای شدن توافقنامه حکومت وحدت ملی است هرگاه هر یک از شرکای قدرت تلاش بکنه که این توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را نادیده بگیره و یا ای را دور بزنه کشور را باز هم به سمت مشکلات و به سمت بحران به پیش میبره که همونطور هم شد بعد از اینی که اینا مراسم تحلیف را به جا آوردن وعده هایی که دادن وعده هایشان همه پوچ برآمد به او وعده ها هیچ عمل نشد افغانستان یک بار دیگر دچار چالش های بسیار جدی شد کابینه برای مدتی مدید جور نشد و یکی از موضوعات بسیار مهم و کلیدی و اساسی توافقنامه سیاسی آوردن اصلاحات در نهاد انتخاباتی بود که باید انتخابات ولس جرگه و شوراهای ولسوالی را برگزار بکند و تا زمینه برای دایر شدن لوی جرگه تعدیل قانون اساسی به وجود بیاید که در واقع نماینده های مردم در لوی جرگه تعدیل قانون اساسی تصمیم بگیره که آیا این حکومت یک حکومت ریاستی باشه یا یک حکومت بر اساس سطر اعظمی خب که از اون طریق بتونه حکومت وحدت ملی مشروعیت خود را کسب بکنه که متاسفانه این کارا نشد
این کارا صورت نگرفت، بلکه از همون شروع کار ارگ ریاست جمهوری تلاش کردند که توافقنامه سیاسی را همواره نادیده بگیره، دور بزنه. قصر سپیدار همیشه تلاش کردند که توافقنامه سیاسی اجرایی و عملی شود. ای بار به جنجال کشیده شد. خب کار به جایی رسیدن که متاسفانه نباید میرسید. ببینید در ارگ ریاست جمهوری یک انحصار قدرت به شکل بسیار مرموز پیوسته به عنوان یک پروژه، یک پروسه به پیش برده میشه. یک موضوع. موضوع دیگه، ارگ ریاست جمهوری اجرا کننده یک برنامه بسیار خطرناک که او به حاشیه راندن شخصیت ها و رهبران جهادی و همچنین رهبران قومی هستند که از همون اول حکومت وحدت ملی شروع بوده و که در همون پیوند شما میبینید که با جنرال دوستم چه مصیبت سرش میآید و باشه مثلا یک وقت و زمانی مردم بر علیه آقای محقق شورانده میشه و از طرف ارگ ریاست جمهوری امکانات در اختیار کسانی که او شورش ها را دامن میزنه داده میشه و همچنین با استاد عطا محمد نور چه بازی صورت میگیره و بعد از او با احمد ضیای مسعود که در واقع بر اساس یک تفاهم نامه کتبی تیم انتخاباتی آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان را در نزد تاجکان افغانستان مشروعیت بخشید با این چی بازی صورت میگیره. خب همه ای از اینا دست به دست هم دادن. موضوع دیگه صلاحیت های نهادها و وزارتخانه های افغانستان. شما ببینید همین لحظه شما میتونید برین مراجعه بکنید، مثلا در وزارت خارجه افغانستان آقای صلاح الدین خان ربانی وزیر خارجه است، اما هیچ صلاحیت نداره، هیچ وقت رئیس جمهور از او پرسان نمیکنه که موضوعات اتخاذ سیاست خارجی چی میشه، بلکه اونجا یک معین است که او از نزدیکان رئیس جمهور است و از تیمش است، همه یعنی خود وزیر دور زده میشه و تمام کارا محول میشه به او. در وزارت مخابرات افغانستان همین وضعیت است، در وزارت تجارت شما دیدین که اونو بخشایش کاملا جدا کردن و اصلا وزیر هیچ صلاحیت برش نمیده. حالا ببینید شما در وزارت داخلی افغانستان، من شخصا خودم اصلا کسی را به عنوان معاون وزارت داخله ما تا هنوز یاد نداریم. درسته در وزارت داخله ما معاونیت ها داشتیم، معاونیت ارشد امنیتی، معاونیت مالی و اداری، معاونیت مبارزه بر ضد مواد مخدر، اما معاون اول نداشتیم. ولی حالا برده یک کسی را در اونجا به عنوان معاون اول وزارت داخله استاد کرده که تمام صلاحیت ها برای او است. اما در وزارت خانه هایی که مربوط تیم خود آقای اشرف غنی میشه، آقای رئیس جمهور افغانستان میشه، میبینیم که وضعیت اونگونه نیست. کمیته تدارکات ملی را شما ببینید، اگر این واقعا با هدف مبارزه با فساد اداری صورت میگرفتی اعلی نور بود، بسیار خوب بود. در اول هم همینطور همگی استقبال کردند، اما آخر نه، همگی پی بردند که نه، همه ایگپا به خاطر انحصار قدرت، به خاطر گرفتن تمامی زمام امور به دست یک شخص و چند شخصی که در ارگ ریاست جمهوری قرار داره. شما این کمیته تدارکات ملی چی معنا داره که هر کسی به رئیس جمهور نزدیک بود، به تیمی، به حلقه دوروبر رئیس جمهور نزدیک بود، قراردادهای مهم حکومتی را گرفته میتونه، کسایی که با اینا وصل بود اصلا گرفته نمیتونه. یا مثلا اماکن عامه مردم افغانستان، مثلا شما دیدین که چند صد جریب زمین برای یک کسی که، برای یک شرکتی که به تیکت انتخاباتی آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور کمک کرده بودن، او را این زمین را مثلا در ازای چند روپه بر از او هر مترش فروخته بودن. اینا همهش دال بر این است که متاسفانه شعار بر اساس مثلا آوردن اصلاحات، مبارزه با فساد اداری است، اما در حقیقت یک برنامه تعقیب میشه که او انحصار قدرت است. حالا شما ببینید امی پروسه اصلاحات اداری را، پروسه اصلاحات اداری که تازه شروع شده، مثلا فرمانی که در این راستا داده شده، شما امی را یک دفعه به دقت مطالعه بکنید ببینید تمام امور از الف تا یا از طریق اصلاحات اداری پیشنهاد و رئیس جمهور باید امضا کنه.
شما در کجای دنیا دیدین که اینقدر انحصار قدرت صورت بگیرد در یک کشوری که بر اساس پایه های دموکراسی بنا نهاده شده باید یک فضای اعتماد به وجود بیاید؟ ارگ ریاست جمهوری یا سران حکومت وحدت ملی میتونه که از طرقهای دیگر اصلاحات بیاره، از طرقهای دیگر با فساد اداری مبارزه بکنه، نه اینکه به حساب همه چیز از فلتر یک شخص یا دو سه نفری که خیلی نزدیک به اون شخص است عبور داده شه. پس اینا همه از اینا دست به دست هم داد تا بالاخره یک تعداد از شخصیت هایی که واقعا در طی این دو نیم سال دندان روی جگر گذاشته بود حوصله کرده بودند تمام ناملایمات را به خاطر منافع ملی افغانستان به خاطر از این خدای نخواسته یک مشکلات پیش نیاید، اما آب دیگه از سر گذشتن دیگه حوصله تمام شد. بالاخره افغانستان این موارد را رد میکنه و میگه که اگر کسی یا فرد اصلاحات یا طرح اصلاحاتی داشته باشه اونا حتی اشاره به این میکنن که داگز دا میدان اینجا بیان مطرح بکنن این موارد اصلاحاتیشان را ما میپذیریم و آنچه که رئیس جمهور همچنان در پیوند به این موارد میگه مسئله این که در مسائل کلان امنیتی کشور همواره مشوره گرفته شده و مطرح شده از سوی همین افرادی که حالا رئیس جمهور انتقاد میکنن. ببینید اگر نیست قضیه اینطور رئیس جمهور محترم افغانستان پشت تریبون بسیار خوب صحبت میکنه منتها عملا اوتر نیست، ولی مثلا رئیس جمهور افغانستان میگه ما بر مبنای قانون اساسی کار میکنیم. خب اگر کسی باشه بگه جناب رئیس جمهور حکومتی که خود در رأسش هستی بر اساس قانون اساسی افغانستان به وجود نیامده بلکه بر اساس یک توافقنامه سیاسی به وجود آمده، در کجای قانون اساسی آمده که قدرت بین رئیس جمهور و شریک حکومتش 50-50 تقسیم و صلاحیتش تقسیم؟ پس اینجاست که ما باید واقعیت‌های عینی افغانستان را در نظر بگیریم. در کجای قانون اساسی افغانستان آمده که شما یک قوم و یک ملیت را به کلی از دایره قدرت پس بزنید و کنار بزنید و از صحنه خارج بکنید؟ قوم ترک تبار افغانستان بهترین و صادقترین و پاکترین رای را برای جمهور افغانستان دادن، آیا سزاوار این بود که اونگونه با اونا رفتار شوه برخورد شوه؟ یا مثلا پیشتر یاد کردم که جناب احمد ضیاء مسعود یک سیاستمدار بسیار صادق و راستکار در افغانستان هستند، ایشان در واقع تیکت انتخاباتی تحول و تداوم را در نزد بخش از مردم افغانستان در نزد قوم تاجیک و فارس زبان مشروعیت بخشید، بر اساس یک تفاهم نامه سیاسی رفتن شریک قدرت شدن، آیا سزاوار بود؟ این اخلاق سیاسی ایجاب میکرد؟ اعتماد ملی ایجاب میکرد؟ یا قانون اساسی به رئیس جمهور اجازه را میداد که شما همچنان رویهی در قبالش انجام بتید؟ نه، اینا مسائل هستن که متاسفانه رئیس جمهور افغانستان ما احترام داریم به گفته هایشون، کاش این گونه می بودی. این کسایی که امروز ائتلاف عالی نجات برای افغانستان را تشکیل داده اینا خیلی خیلی حوصله کردن، خیلی تحمل کردن، ولی متاسفانه دیدن که نه، وحدت ملی افغانستان یعنی شیرازه وحدت ملی افغانستان داره از هم می پاشه. ارزش هایی که در طی 1.5 دهه اخیر به دست آمده، ارزش های دموکراسی، اینا داره از بین میره، آزادی بیان داره از بین میره، صدای مردم داره به گلو خفه میشه، ارزش های جهاد مردم افغانستان داره از بین میره، لذا مجبور شدن که باید این حکومت را حمایت بکنه، کمک بکنه تا از این مسیری که در حرکت است از این مسیر خلاص شده به مجرای اصلی و به بستر اصلی بازگرده. تشکر جناب جوارخیل صاحب. حالا پس از این که ما یک برآیند خوب و نتیجه مثبتی از دو دور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نداشتیم، خب به اساس یک سلسله ناگزیری ها حکومت وحدت ملی با پادرمیانی ایالات متحده آمریکا شکل گرفت و به اساس یک توافقنامه این حکومت ایجاد شد. بالاخره همه انتظاری را داشتن و تحمل هم برای امین کردن که بالاخره توافقنامه عملی شوه و اینا بتانن یک حکومت خوب داشته باشن و حکومتداری خوب را تعریف شه نهادی نبکنن. به نظر شما بیشتر از کدام آدرس این مسئله تعود شکنی شد؟ از آدرس ارگ ریاست جمهوری نشد شما فکر میکنن؟ چون رئیس جای حکومت وحدت ملی هم چند بار صدا بلند کرد و حالا هم آنچه که جمشیدی صاحب مطرح میکنن این افرادی که تازه این ائتلاف را شکل دادن و اینا هم ناگزیر شدن، صبرشان با آخر رسیده و مجبور شدن که دست به کاری بزنن.
جناب صفا صاحب ډیره خبره خو به دا وایي چې زموږ دغه د وطن د ژغورنې په نامه کوم ائتلاف چې جوړ کړی دوی اول د دغه دولتي موقفو نه خپله استعفا ورکړې وای چې د افغانستان ولس پې ډاډمن سوی وای چې دوی دا د خپلو امتیازاتو نه چې دا اوس هم اخلي که دوستم په ترکیه کې ناست ده دا اوس ته استفاده کوي که وزیر خارجه سرپرست ته استفاده ترې کوي دوی د دغه مزایاو نه برخورداره خلک دي ضرور دا و چې دوی اول استعفا ورکړې وای بیا تللي وای دغه سیاسي ائتلاف یې تشکیل کړی وای دا د یوه خبره د دوستانو په زړه کې د داسې څه ونه ګرځي چې زه ګویا د ډاکتر غنی د ټیم مدافعیم یا له هغه نه دفاع کوم ولې نه من حیث د یو مستقل شخصیت چې د یو ګوند په راس کې یم چې هغه د وطن ملي ګوند ده دا زموږ خپل دریز ده چې موږ نن په دغه میز کې د خلکو د آگاهۍ دپاره یې ارزو تاسې فکر وکئ چې که چېرته زموږ یو مشر چې البته دوستان ورته مشران وي که نه که دغه زر او زور ته نه واخلي دغو خلکو ته څوک په بازار کې سلام هم نه اچوي که زر او زور ته نه واخلئ دې خلکو ته څوک ولاکه په بازار کې سلام واچوي دوی د زور او د زر په واسطه د دغو قومونو ټیکهداران ځان بولي در حال چې دی ټیکهداران نه دي که داسې وي چې څوک وایي چې مسعود د تاجک د لوی ملیت نه په راس کې قرار لري دا به اشتباه وي که داسې هدف وي چې محقق د هزاره د لوی ملیت نه په راس کې قرار لري دا به اشتباه وي که داسې وي چې دوستم د ترکتبار او د ازبکو د ملیت نمایندګي کوي دا به اشتباه وي وقتی رئیس جمهور افغانستان این افراد را پذیرفتن در کنارشان مثلا جنرال دوستم را فکر میکنه رئیس جمهور افغانستان هم اشتباه کرده رئیس جمهور خو په هغه وخت کې اشتباه کړې وه ډېرو ورته ویلې چې رئیس جمهور یو دوم مفکر د جهان او د ده په څنګ کې دی چېرته یې چې کار کړی و پاک کار یې کړی و ولې د یو تعداد اشخاصو افرادو په څنګ کې نیولو سره ډېر ښه خلک د خپل لاسه ورکړ یعنی هغه خلکو چې تر اوسه پورې ترېنه خفه دي چې تا ولې دغسې یو ټیم یا داسې یو ټکټ دی ځان ته اختیار کړ چې هغه په دې ملک کې ښه نوم نه لري بدنامه نوم لري لکه دوستم زما عرض دا ده تر پرونه پورې دغه مسایل هیڅ نوه خبره نه وه چې هر چا ته هر څه رسېدل او هر څوک و ولې نن مطرح کیږي زه به یوه خبره درته وکوم جناب صفا صاحب جناب استاد عطا کله چې راغی کابل ته د ډاکټر صاحب عبدالله د ارزوګانو په خلاف د ډاکټر غنی سره یې ولیدل د بعضو امتیازاتو خبرې سره وشوې او بالاخره هوکې سره ورسېدل او دا سړی لاړو حتی د ډاکټر عبدالله هیله نه وه توقع یې داسې نه وه ولې عطا محمد نور کله چې خپلې ګټې خوندي لیدلې د ډاکټر عبدالله په مقابل کې ودرېدو داسې یو څه اعلان کړ چې د ډاکټر عبدالله او د هغه د ټیم هېڅ خوښه پکې نه وه په بل څنګ کې اوس چې کله دغسې مطرح کیږي او په دغو ورځو کې بالاخره د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر غنی نږدېوالی راغی نږدې سول سره او بالاخره دغسې مسایل مطرح سول چې هغه ازبکي متل ده وایي چې په هغه دیګ کې چې زما نه پخیږي په هغه کې د مردارۍ پوخ سي اینا بیشتر شکستاندن همی مسئله انحصارگرایی قدرت را است که رئیس جمهور افغانستان قدرت را به دست خود به تنهاییش گرفته حالا استاد عطا محمد نور اگر در گذشته این موارد را مطرح کرده بود با رئیس جمهور موافقه کرده بود که بعضی موارد را باید از انحصارش بیرون بکنه رئیس جمهور افغانستان و قدرت را تقسیم بکنه آنچه که مطرح شده بود در توافقنامه سیاسی چون آقای عطا محمد نور این مطرح کرده بود که طرف حکومت که دکتر عبدالله رئیس جایی حکومت است اونا نتونستن قدرت را بگیرن و اون 50% که وعده داده شده بود از نزد رئیس جمهور و به شکل اساسیش تقسیم نشده بود اینا دست و پاچه شدن که بالاخره باید گرفته شود حقشان
بالاخره رئیس جمهور افغانستان باز هم تعهد شکنی میکنه در اینجا و حالا آقای نورمه اگه ائتلاف تازه را شکل میده و میخواد که قدرت از انحصار رئیس جمهور بیرون شود و مردم تقسیم شود. یه خبری تا اشاره کنم، تاسی په 25 وزارتخانو کې دا اوس سم نیمه د ډاکټر عبدالله د ټیم سره دی. دا دی یو. دوم په مستقلو ادارو کې په همدغه رقم باندې 50-50 اما جمشید صاحب پیشتر مطرح کردن که صلاحیت برشان داده نشده. نو صلاحیت دی په دې ملک خپل دی واخلي کنه، څنګه نسی اخیسته خپل حق؟ صلاحیت په دې ملک کې او په دغه شرایطو کې څوک چاته نه ورکوي، ولې دوی د خپل صلاحیت واخلي کنه د رئیس جمهور؟ دا دی یو. زه دا وایم چې د هر وزارت دپاره د کارکارت یو مقرره جوړه ده، د هغه مقررې په اساس اجراعات کوي. نور مالی او حسابي مسائل او اداري مسائل هم ټول په نافذه قوانینو کې مطرح دي. په دې صورت کې دا د قدرت اخیستل یعنی څه دي؟ خو دوستم وایي چې وروره غیر له دغه دوو وزارتونو ماته وزارت دفاع راکړي. زه دا وایم چې اصلا ولې دغه خبره مطرح وي. زه وایم د دوست د ترک تبارو د ازبکو نه داسې یو څوک چې هغه تخصص ولري، د وطن ته متحد وي، معتقد سړی وي، رای دې سي په کابینه کې. دا ډېره ښه خبره ده، ولې په دې معنا نه چې هغه وایي چې زه معرفي نه کوم، هغه زما سړی نه ده. اوس خبره دا ده، جنجال دادا او د سلو نه پورته د موینانو په بستونو کې دا اوس 55 بسته د ډاکټر عبدالله د ټیم په لاس کې دي. څوک وایي چې دلته قدرت عادلانه نه ده تقسیم شوی؟ ولې ډېره عمده خبره دا ده چې هر څه چې موږ وایو دا ملک نور د دې حوصله مندي نه لري چې دغه ناهماهنګي دې تر دغه حده پورې زیاته سي چې بالاخره د شورای امنیت غړي یا د اجرایه ریاست مرستیال دې راووزي او په میډیاو کې داسې څه ووایي چې هغه بیا رئیس جمهور هم دې ته مجبور سي، هغه هم راووزي او بالاخره دا ولس چې د حکومت نه د ښې حکومتدارۍ هېڅ نښې نشته او نور هم فاصله ونیسي. جناب جمشید صاحب، آنچه که مطرح شد مسئله این که اینا باید اول استعفا بدن، بعد از او بیان ائتلاف های سیاسی را شکل بدن و در برابر حکومت قرار بگیرن. خودشان در بدن حکومت کار میکنن و من در برابر حکومت دوباره قرار میگیرن، این با چی معنا است؟ خود در اینجا دو موضوع مطرح شد، یکی موضوعی که اینا استعفا بدن و یکی هم ائتلاف در ترکیه شکل گرفتن. عرض کنم حضور شما که ای ائتلاف یک ائتلاف نیست که به حساب نقش اپوزیسیونی رسمی بیرون از حکومت را بازی بکنه، بلکه ای ائتلاف همون قسمی که از نامش پیداست ائتلاف عالی برای نجات افغانستان، یعنی ائتلاف توسط تعداد از شخصیت ها و مقامات حکومتی برای نجات افغانستان، برای سوق دادن کشور از مسیر غلطی که در حرکت است به یک مسیر درست و اساسی. پس این دیگه ضرورت به این است که کسی استعفا بکنه. و از طرف دیگه پیشترم ما یادآور شدیم که حکومت وحدت ملی هست، بر اساس یک توافقنامه سیاسی به وجود آمده. یعنی اگر کسی بنا باشه و حساب استعفایی مثلا معاون اول رئیس جمهور و معاون دوم ریاست اجرایه و طبیعی است که در اینجا بحث خود ریاست اجرایه هم مطرح است، چون جناب دکتر صاحب عبدالله کاملا با جناب استاد محقق نا در تماس مرتب و بوده و هستند، به مشوره هستند. پس این به معنی سقوط حکومت است. پس این ائتلاف برای ازی به وجود نیامده که حکومت را سقوط بده، بلکه این ائتلاف برای ازی آمده که این حکومت را نجات بده، از تکروی ها نجات بده، از اینی که به حساب بلبه پرتگاه برن و به سوی یک بحران برن، از این نجات بده و وحدت ملی را در کشور باید نجات بده. و اینی که در ترکیه چرا شکل گرفته، این خب یک بحث است، اونجا بحث های مقدماتشون، چون اصلا بحثی است که آقای جنرال دوستم چرا به ترکیه رفتن. خب ببینید اینجا مسئله خیلی ساده نیست که ما به حساب امروز بگوییم که ولی رئیس جمهور افغانستان هم رفتن جنرال دوستون به ترکیه را واضح ساخت، گفت به اساس اون بیماری که داشته به ترکیه رفتن و قضیهشون هم خود دقیق است دیگه. اونجا یک عروسی یا به حساب نامزد شدن پسر جنرال دوستون هم بوده. خب دو هین جناب استاد محقق هم به مو مناسبت که اونجا خواسته شده بوده رفته و بعد صلاح الدین خان ربانی و بعد
رئیس جمهور مثلا یک فردی از حکومت را یک فرد بلندپایه حکومتی را روان بکنه اونجا، آنچه که آقای محقق هم تایید کرد مسئله سفر آقای سانگزی را به ترکیه و نزد جنرال دوستون به خاطر دوباره برگشتنشون به کابل. خب مهم نیست دیگه، چون مسبب همه این نابسامانی ها خود ارگ ریاست جمهوری است. اگر ارگ ریاست جمهوری درست عمل میکرد، مثلا قضیه جنرال دوستون را باید در داخل کشور ایرا اینا به حساب زیر پای معاون اول خود نمی کندن و او را به لب پرتگاه قرار نمی دن، بلکه او را ترمیم می کردن. یا مثلا قضیه صلاح احمد ضیاءخان مسعود را اونگونه قدش رویه نمی کردن و یا هم در بخش های دیگه. هم مسبب همه این نابسامانی ها ارگ ریاست جمهوری هست و اینی که این ائتلاف هستش در ترکیه گذاشته کدام عیبی نیست، چون هر حکومتی که در افغانستان به وجود آمده نقشش در بیرون از کشور ریخته شده. همین حکومت تحت قیادت آقای حامد کرزی در بیرون ریخته شده، نقشش در بن آلمان. اگر درازنای تاریخ افغانستان را ما عبور مرور بکنیم، همه درگیر یک چنین مسائلی بوده. مثلا نادرخان وقتی که میان به افغانستان، خب با انگلیسی ها یک توافق میکنه، میان در افغانستان حکومت حبیب الله خان کلاکانی را سرنگون میسازه. خب اینا یه بحث های تاریخی است، منتها در شرایطی، در شرایط فعلی، در عصر تکنولوژی، در عصر که به حساب دموکراسی همه چیز واضح هست، اینه که هسته یا گفتمان اولیه ای ائتلاف در کشور دوست ترکیه، کشوری که حامی افغانستان است و امروز نیروی نظامی داره در افغانستان، قوای مسلح افغانستان را آموزش میده، هیچ گونه عیب و ننگی نیست. پس ما میخواییم میره بگیم که متاسفانه حکومت افغانستان یا ارگ ریاست جمهوری مسائل قومی رو بسیار به جدیت دامن میزنه. شما بسیار به یک موضوع ساده ما شما را اجرا میتیم. شما یک دفعه بینمی دوروبر آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را یک بررسی بسیار ساده بکنید و این را مقایسه بکنید با دوره حکومت آقای کرزی، ببینید که تفاوت از زمین تا آسمان راست. در دوره حکومت آقای کرزی واقعا یک ترکیب ملیتی در داخل ارگ ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بود. آقای دکتر اسپنتا یک از تحصیل کردگان افغانستان با عنوان مشاور امنیت ملیش بود. مثلا دکتر صادق مدبر یک هزاره رئیس اداره امورش بود. اما امروز شما برین در ارگ ریاست جمهوری نگاه بکنید، از الف تا یایش مربوط یک قوم است و او هم از افراد نزدیک به همون تیره قومی که در درون خود پشتونا که خود آقای اشرف غنی مربوط میشه میباشد. تقسیم قدرت هم بیشتر مطرح شد که دکتر عبدالله رئیس جای حکومت وحدت ملی هم بسیار از وزرا مربوطشان میشه و وزارتخانه ها برشان داده شده. خواست کردیم وزارتخانه داده شده، این یک چیزی نیست که آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خیرات داده باشه. این حق مردم افغانستان است. تیم اصلاحات همگرایی یا دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، از این ما به جرئت میتونیم بگیم که از اکثریت قاطبه مردم افغانستان نمایندگی میکنه. اگر تقلب نمی بود دکتر عبدالله باید امروز رئیس جمهور افغانستان می بود. اگر تقلب سازمان یافته نمی بود، اگر حکومت گذشته و مثلا برخی از کشورهای بیرونی و خود همین جناب رئیس جمهور فعلی افغانستان دایی تقلب سازمان یافته دست نمی زدی، امروز دکتر عبدالله رئیس جمهور افغانستان بود. ولی متاسفانه برخی از مسائل مانع از شد که به حساب اجازه بدن که اراده مردم افغانستان به کرسی عمل بشینه. اینا به اراده جمعی مردم افغانستان تمکین نشد، وقت گذاشته نشد. حالا اگر رئیس جمهور افغانستان راه را باز نکنه، این ائتلاف براخره چی خواهد کرد؟ ببینید، ائتلاف عالی برای نجات افغانستان برای ازی به وجود آمده که از طریق گفتگو و مفاهمه کشور را از بحران نجات بده. ببینید، ما اگر یا امروز تقریبا به بحران نزدیک شدیم و یا هم به سمت بحران روان هستیم. امروز وضعیت امنیتی کشور را شما ببینید، کندوز یک بار دیگر در حالت سقوط قرار گرفته. شما ببینید در بغلان داعش و طالب مثل سوریه و عراق و بین خود جنگ میکنه و در صدد کسب اراضی بیشتر است و از طرف دیگر اعتماد ملی کاملا از بین رفته. ایره شما خودتون قضاوت کنید. امروز شما برین در بین ملت محترم ترک تبار افغانستان شما پرسان بکنید که آیا به می حکومت اعتماد دارین یا نه، شما شاید از 100 نفر یک نفر را پیدا نکنید. امروز اگر شما همین بحث
اعتماد ملی را در بین اقوام تاجیک افغانستان، شما قوم تاجیک افغانستان مطرح بکنید، متاسفانه اعتماد وجود نداره. شما برین در بین خود قوم محترم پشتون افغانستان، اینطور نیست که ما از بیرون قضاوت بکنیم که آقای اشرف غنی چون پشتون است همه پشتون ها در قدرت است. نه به خدا، اینترنت شما توده های مظلوم قوم پشتون در ولایت اورزگان، در قرا و قصبات امروز ببین قربانی اصلی همه ناکامی های حکومت است. بالاخره ائتلاف عالی برای نجات افغانستان به وجود آمده تا این ملیت های محروم و این توده های محروم را از بحران نجات. تشکر، خیلی ممنون. بسیار کوتاه جناب جبار خلصت، چون فرصت ما تمام است، میخوایم از شما هم بشنویم در خصوص این که یکی از اعضای این ائتلاف که پس از بازگشتشون از ترکیه آمد، آقای محقق، این مسئله را مطرح کرد که اگر به این خواست ها توجه صورت نگیرد، صداهای بلند خواهد شد که کل دنیا را تکان خواهد داد. بالاخره سرنوشت چی؟ ما فکر میکنیم یک بار امو تپ تپ پای تیم آقای عبدالله سرنوشت ملک به این حالت رساند که آلی همه ما صدا میکنیم که میریم به طرف بحران یا وضعیت رفته به طرف بحران. آلی محقق سه باید بدانه که آلی او وضعیت نیست که ای تو مطرح بکنین که وضعیت ما خراب میسازیم. این هدف اونا خراب کردن وضعیت نبوده و تضعیف کردن حکومت هم نیست، هدفشون بیشتر اصلاحات بوده. آنچه که مطرح میکنن کسی که معاون ریاست اجرایه باشه و باز میره به ای تو یک اجرات خلاف از قانون دست میزنه، او را شما چی میگین؟ عرض ما ای است که شما اگر نام از تخلف و تقلب میگیرین، خواهر دو تیم توافق کردن سری حکومت، ایجاد حکومت وحدت ملی. خلاصه ما یک متل عامیانه را میخوام اینجا مطرح بکنم، میگن تا نباشه چیزی که مردم نگوین چیزها، حتما چیزی بوده در ارگیر میپذیریم. ما میپذیریم که در سرجم حکومت وحدت ملی که بالاتر از قانون به میان آمده ظرفیت بسیاری گفار نداره، ولی وضعیت ملک در شرایط کنونی به این نمیمانه که این ائتلاف عالی برای نجات افغانستان باز جور شده از وجود اراکین دولت بره به طرف اونم. تو موضوعی که ملک، مردم، ایجاب امیره، ضرورت امیره لازم نمیدان. تشکر، بسیار کوتاه. اصلاحی رو ما خواهی بزنیم که در این قسمت که البته ما گپای خود جناب استاد محقق نشندم و ما سخنگوی از اونام نیستم، ولی مصاحبهشان با رادیو آشنای تلویزیون آشنای صدای آمریکا شنیدم که ایره انکار کردن، گفتن ما نگفتیم که ما حرکتی میکنیم که دنیا را به تکان میاریم، بلکه یک بار دیگر تاکید میکنیم که اعضای ائتلاف عالی برای نجات افغانستان شریک قدرت است، شریک حکومت است، نه مخالف حکومت، نه در مقابل حکومت، بلکه تلاش میکنه که از راه های اصولی ارگ ریاست جمهوری را متقاعد بسازه که انحصار به انحصار قدرت خاتمه بتن و کشور را بانن که به مسیر اصلی خود در حرکت باشه. خیلی ممنون از شما، خیلی سپاسگزار هستیم از حضور هر دو مهمان گرانقدر و محترم ما، محترم شیرالله جبارخیل رئیس بنیاد شهید دکتر نجیب الله و محترم علی اکبر جمشیدی عضو پیشینی مجلس بزرگوار. خیلی تشکر از حضورتان اکبر دیگم. بیننده های عزیز تلویزیون از شما هم تشکری میکنیم برای اینکه بیننده این برنامه بودین و تا آخر ما را همراهی کردین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.